شما به هیچ عنوان نه این اسمه که تازیه گذاشتن روی شهر و میدان و خیابان این استفاده کنید. میدون آزادی رو بگین شهیاد، قائم شهر رو بگین شاهی، بندر انزلی رو بگین بندر پهلوی. مثل که کرمانشاه رو عوض کردن، مردم کرمانشاه کرمانشاه. همه اسما رو شما، یعنی خودش یک جور مبارزه است، یک جور مبارزه است. از فردا همه جا اسمهای زمان شاه رو به کار ببرید، برای میدان، خیابان، شهر، استان، هر چی بود. حالا اینه که داشته باشین، بعد نبود فراموش کنین شما جنایات تازیان رو، قتل و کشتار و کارهایی که نکردن، نبتره ما آدمی نیستیم که نه فراموش کنیم نه میبخشیم. این چرته که میگه آقا ما میبخشیم همه رو، نه ما نمیبخشیم، ما فراموش نمی کنیم. اگه اینو بگی بعد به همیشه تو ما تحت چون آتش میذارن، بعد میگن فردا رو میبخشه ما رو. ببینید از یک نفر باید دید درس یاد بگیریم. این شخصیت اسمش هست آقای سرژ کلارسفلد. این قبلا بهتون گفتم دوباره میگم، اینم خانمش با خانمش این بچه که هست نازی ها به خونش حمله میکنن و در جنوب فرانسه بوده و پدر مادرش این تو کمد قایم میکنن. بعد کمد اتاق خالی میکنن که چی نباشه، بقیه طلا و جواهری داشتن، تابلو چیز داشتن، قالی داشتن، تو اتاقای دیگه میذارن و اینا هم واضح رو میستن. نازی ها میان اینا رو میگیرن میرن، بچهاش توی کمد میمونه. سرش از همینه بوده. وقتی میاد بیرون پدر مادرش کشته میشن، مثل خیلی، مثل 6 میلیون یهودی و 70 میلیون آدم های دیگه. در جنگ جهانی دوم 70 میلیون نفر کشته شدن. 70 میلیون، 6 میلیونشون یهودی ها بودن که اینا رو سوزوند. آقا حال میدونید، آقای سرژ کلارسفلد میاد میره درس میخونه، وکیل میشه. بعد زنش آلمانیه، یهودی هم نیست، به همراه زنش میاد میشه شکارچی نازی ها و این نازی ها رو شکار میکنه. تا همین الان که من دارم باش صحبت کنم، تا همین الان جای نازی بدونه هست میره میگیره، بازداشتش میکنن، محاکمش میکنن، مجازات میکنه. تو باید یاد بگیری مردک، وقت میشه عبدالرضا، میشه غلام رضا، میشه فاطمه، روزت میشه محمد، روزت میشه علی، روزت میشه روز بابات، میشه اون روز خواهرت میشه فاطمه زهرا. بعد وقت درود بر شما مهربان گران، تا آخر ببینید. کلارسفلد، نسانس دون ووکاسیون. کلارسفلد بیاموزیم، آب خونم، آب خیده زنه، آب خی پلو دو 70 آن لا جوستیس جوج انکار ده نازی دون لو موند انتیه گراس ا کلارسفلد. و تو ای هم میهن، این آقای کلارسفلد با خانمش کلارسفلد و فرزندش، اینها بیش از 70 ساله که نازی ها رو در سر تا سر دنیا ردیابی میکنن، بازماندگان و جنرال های هیتلر رو یکی یکی اینها رو بازداشت میکنن و محاکمه میکنن. و تو ای ایرانی سوگوار قاتلان خودت هستی؟ تو جشن مرد، زن، پدر، خواهرت شده جشن زایش تازیانی که میهن تو رو نابود کردن، بهش حمله کردن. این روزها که دیگه خودشون دارن میگن آخوندها، آیت اللهی مثل جزایری، مثل آقای گرگیج، از شیعه و سنی، از همه طرقم، خود آخوندها دارن میگن که امام علی خودش و فرزندانش در حمله به ایران دست داشتن. و تو 7700 سال تمدن داری، اون تمدن از یاد بردی و الان شدی برده کنیز و دست بسته جلو این تازی ها. تو اینو نفهمی؟ خب ما خیلی بدبختیم، ما بیچاریم. ما حتی اومدن گفتن آقا تو میخوای خدا رو نیایش کنی، شماره اینه، باید 33 بار بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، باید 33 بار بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، باید 33 بار بگی الحمدلله 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 سبحان الله. عدد داره. بعد از خورا هستن توی لحظه عزیز کنترا گرفتن، تا 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 دو میلیون سلامات بفرسته کنترا میزنه. بابا خولا، اینا خولن، اینا تو تیمارستان اینا جاشونه، میخواد دکتر بشن خود بنده است. بعد میناسم سعادت تازی، اینا همشون سعادت، یارو استاد دانشگاه است،
فیلمساز هست، مهندس هست، رئیس کارخونه هست، این صلوات میفرسته کنترل مندازه میشماره، این بازی ها رو در میرن. این همون جریان عکس خمینی تو ماه رو که بهتون گفتم، اینا سیدن و برای قداست خودشون رو حفظ کنن تاریخ، اینا میدونن دروغ رو چرته. برای که تو خر بشی کار میکنه جلوتی میگه دکتره داره کار میکنه، یارو استاد دانشگاه داره کار میکنه، بدبخت او داره به قبیلش کار میکنه، برای حزبش کار میکنه. شما که نباید همه چیزشون شماره ای باشه که آقا شماره بندازیم، مگه خدا شماره ایه؟ سپاسگزاری ازش مگه شماره داره؟ بی حد و حساب به تو محبت کرده، تا بی حد و حساب باید اطاعت خدا رو بکنی عزیزان من. برای همین بود که افرادی مثل فرود فولادوند عزیز، مثل صادق هدایت، اینا عصبانی میشدن فحش میدادن، یا فحش میدادن برای خدا، آقا تا فحش بده، چون آقا وقتی میبینه یارو تو کلش نمیره یه چیزی ده، بازم میاد همه اینا رو میبینه، هی من مطلب ما رو میخونه، یارو مینویسه آقا درود بر شما، روشنگری کردید، ما فلان رو روشن شدیم، بعد میدن باز پری روز برای من بفرستن. نگه یکی، فکر نکن یکی، اگه تو یکی خواستی رفیق مایی فکر نکنم تو یکی، اینا رو هزار هزار میفرستن براتون، شما میفرستین بعد وقتا. یا میبینم 50-60 اومده چیزا، روز پدر فلان جماعتی اول بر شما مبارک باد، علی آنجا افتان مردمان کو مادر گیتی چو فرسان آباد. سیاوش چی شد؟ سهراب چی شد؟ فرماندهانت هرمزان، پور لگام ها، قهرمانان سراشون قد شد در قادسیه اول و قادسیه، اونا چی شد بدبخت؟ الان سادات تازی اکثریت دارن تو قدرت در ایران، این تعدادشون زیاده، مهار مرده رو کشتن، زنها تجاوز کردن، تعداد خودشون هم زیاده و قدرت هم همیشه تو دست اینا بوده، قدرت دارن اینا. مثل یه روز سید دیگه بود که سید غلامرضا یا عبدالرضا یکیه که تلویزیون ایران از سال 42 تا 57 که انقلاب شد 15 سال دست سی سیده بود، 15 سال کسی که چپ بود، از خانواده مذهبی که سر قطب بود، اینا خانواده قطبی، قطب، قطب الدین فلان لایجی، از رهبران سادات تازی، حالا کمونیست و چپ هم که بوده، رادیو تلویزیون هم بسش بوده، بارام شاه ازش عصبانی شده، بارام شاه دعواش کرده، ولی چون پارتیش گرفت بوده میمونه اونجا، یک دونه از مصاحبه های ضد استعماری شاه رو پخش نمی کنه. عزیز پیش از مرگش که اومد گفت دیگه، پخشم کردیم برات، اومد گفت که اینا حتی به شاه کاغذ نمیسن به زور میدن بخونه، شاه کاغذ پرت میکنه اون طرف و میره از اتاق بیرون. خب سیستم قویه دیگه، سیستم قویه، رخت خوابیه، مجبور کن شاه رو میدون میخونه، بعد تا آخر عمرش میگه چقدر کار بدی کردم. یارو کاغذ میده میخونه، یعنی 15 سال بعد همین یارو اسمش چه؟ غلام رضایه. حالا اگر محمد رضا شاه محمد رضا بود داشت قلوب که اسم خودش عرض کرد گذاشت آریامهر، با افتخارم گذاشت آریامهر. خیلی از بی بی فاطمه سکینه های هم که اسمشون گذاشتن اسمای قشنگ و خوب یونانی آریایی، یارو تا هم آخر حالا عبد رضا باشه یا غلام رضا، هر دوتاش یکیه، عبد رضا یا غلام رضا. از نظر فکری هم توی پاریس درس میخونده همه رفقاش من چپه، حالا نمیخوام بگم رفقاش، من خودم شاهد بودم. ایشون اومد مشهد، چند ماه مونده بود به انقلاب، سال 56 بود، 55-56. شب آقای جلیل تهرانیان صاحب روزنامه خراسان، هر جا هست جلیل تهرانیان و خانوادش من درود دارم و عرض ادب و احترام. جلیل تهرانیان من خردسال بودم یک مقاله نوشتم بردم اونجا، گفت ای از این بعد هر چه آورد اجازه چاپ داره، هر چی میناره چاپ کنید. تا انقلاب سیاه پیروز شد همه مقالات من خراسان چاپ میکرد، میشدم با ما که یکی از آخرینش بود، آخرین تیر باقی در کمان، وقتی که حکومت نظامی اعلام شد گفتم یک حکومت نظامی درست نیست، باید جلو این نگرفته بشه، نوشتم چاپم کرد. من تحتیتش بود آخرین
تیر باقی در کمان. بعد وقتی رفتم خونه استاد محمد تقی شریعتی، همه نشسته بودن سران شهر، یه بچه وارد شد، من نشستم اونجا. بعد همه گفتن استاد تو نظرتون چی الان جریان چی با یه حکومت نظامی کنید؟ اینا به من نگاهی کرد، دوباره پرسیدن، باز به من نگاهی کرد، گفت خب بگو دیگه. گفت ایشون. گفتم با ما رو مسخره داری میکنه، ما استاد محمد تقی رو مدار ما رو مسخره میکنه. گفت نه ایشون. گفتم خود بعضی تو خودت کار میکنی نمیدونی ارزششه، نمیدونی تا چه حد امکان داره یارو دیده، ازش کجا میدونستم که ایشون مقاله‌ای که من صبح تو روزنامه خراسان چاپ شده ازم ایشون خونده، یعنی خراسان آبونس براش میاد و خونده و خبر داشت. گفت که ایشون یک مقاله‌ای دارد امروز نوشته است که تیترش همین جواب شماست، آخرین تیر باقی در کمان. و بعد و من از اونجا به بزرگی این مرد پی بردم. 80 سال عمرش، 70 خورده سال بود، استاد، خیلی شاگرده بودن، امیر پرویز پویان شما بگیر، طاهر احمدزاده بگیر، حتی بازرگان و اینا که چیز بودن، و حتی همه اینا، حتی متعلی کتاب داره خدمات متقابل اسلام و ایران درسای محمد تقی شریعتی بودی برداشت اسم خودش چاپ کرد، مال اون نبود. این مرد بزرگ این گفت، من خیلی لذت بودم. حالا میخوام این بهتون بگم، در چنان برهه‌ای آقای جلیل تهرانیان به من امکان داد، من اونجا اینطور می‌نوشتم اینا. خلاصه یه شبیشان آقای جلیل تهرانیان به من گفت من شب مهمون دارم با حاج آقای قفلی. حاج آقای قفلی هم یادش بخیر، هر جا هست گیتی نورد اینا مثل که مالش بود، آره گیتی نورد، درود دارم به آقای قفلی. اون وینروادی که ما داشتیم سامر کش آقای قفلی بود، داده بود به ما، اونجا نایت کلاب با پرستیج با کرده بودیم، روزا ما رفتیم درس می‌خوندیم مدرسه جلیل نصیر زاده، شب اونجا بودیم. حالا با آقای بزرگدلی که نیادش شب جلیل تهرانیان مهمون داشت، اومد و دیدیم این همه غلام رضا، محمد رضا، عبدالرضا، همین قطب الدین فلانه، همین یارو قدش هم کوتاه بود، ولی دیدیم این مهمونش رئیس رادیو تلویزیون، رئیس رادیو تلویزیون. خیلی جالب بود و ما یکم سر میز اینا نشستیم و چون به هر حال مدیر وینروال بودیم دیگه اینا، بعد حرف اینا رو گوش میکردیم. بعد به خاطر دارم که همه رفتن، 45 نفر اونجا مجامع میشد، همه رفتن، اینا هنوز مونده بودن. بعد آقای همین غلامرضا عبدالرضا ای وقتی که تحت دم در بود دیگه، جلو میز من بود وایساده بود با دو سه تا از اینایی که جزای مهمونای جلیل تهرانیان بودن، 12 نفر بود دعوت کرده بود، دیدم این داره یک جوری از شاه حرف میزنه، از حکومت شاهنشاهی و محمد رضا شاه اینا. گفتم خدایی را نگیرش ساواک ما با که چرا داری رو حرف میزنه. بعد گفتم خب حالا میگن رئیس رادیو تلویزیونه، ولی چجوریه که داری حرف میزنه؟ بعدا نسبت فامیلیش فهمیدم فلان اینا. یعنی من خودم هم شاهد بودم که با شاه مخالف بود و خدا میگفت کسی پیدا نمیشه بیاد علیه این. یکی از حرفاش بود که موقع میگفت کسی شجاعتی نداری که به ما با اینه تیرون دادیم که ما که خسرو گل سرخی اینجا داره حرف زد قبل از بازداشتش و بعد بازداشتش، احمد شاملو رو که باش تیرون دادیم که چون با همه که تیرون دادیم که همه یعنی چپ بپا ها کمونیست ها اون تیرون دادیم که کسی جرات نمی کنه بیاد مترسن بیاد حرف بزن علیه جا. خب اینجوری ما رو بدبخت کردم، اینجوری ما رو بیچاره کردن. و تا اون ساکت نشستی فکر میکنی که یارو خیلی دموکرات بود؟ نه، یارو سید بود، یارو تو حزب سیدا بود، محمدرضا شاه رو بندازه، چون سید نبود، باباش لباس آخوندی رو برداشته بود، رضا شاه چادر از سر مردم برداشته بود، دکون خمس و زکات گرفتن سادات رو بسته بود، روحانیت رو سر جاش نشونده بود، اینا کینه تاریخی داشتن. خب اینا مگه بابا بخاطر بود که بعد اندیشه های انگلیس شما بخونید ببینید 10 سال اخیر محمد رضا شاه چقدر علیه استعمار صحبت کرده، چقدر علیه استعمار انگلیس شما بگیر، آمریکا بگیر، هر جا، حتی اسرائیل، شما در مورد اسرائیل دیدیم که در مورد اسرائیل موزیگیر میکنه محمد رضا شاه. و انور سادات که انقدر شاه رو دوست داشت، چون تو جنگ نفت میده به چیز به مصر، ولی با اسرائیل رابطه خوب داره، مشکلی نداره، آزاده، آزاده، در بند و زن